هرگاه از شما 20 نفر با استقامت از صابرین باشند، بر 200 نفر غلبه می کنند. بچه های صابرین هموار آمادند. محل عملیات آنها آب خشکی و آسمان است. مأموریت آنها هیچ محدودیتی ندارند. یک کماندوی صابرینی به تنهایی یک ارتش تمام عیار است. نیروهای صابرین نیروهای هستند که کار را می کنند، غیر ممکن را ممکن می کنند. نیروی ویژه صابرین یه نیروی است که در همه شرایط و فصول سال باید آماده اجرای مأموریت و پذیرش مأموریت باشه. با توجه به توضیحاتی که به ما دادن، تیراندازی انتقالی و بچه صابرین تجربه میکنیم، با ما همراه باشید. واقعا وارد یگان صابرین میشیم، احساس میکنیم که وارد یه یگان شدیم که از هر لحاظ اینا آمادگی دفاع از جمهوری اسلامی رو دارن، چه از لحاظ معنوی چه از لحاظ فنی و تخصصی. خب الان رسیدیم به جایی که بچهای صابرین دارن تمرین تک تیراندازی انجام میدن. اینجا تصویرش میبینن یا از این صخره ها دارن میرن بالا. بریم پیششون ببینیم چیکار دارن. این اسلحتون چیه؟ چه اسلحه بزرگ و ظاهرا اسلحه که شما ملاحظه میکنید اسلحه 12 و 7 هستش، از دور که این سلاح در حال حاضر در داخل ایران ساخته میشه. آخرین تجهیزات روزه که در دنیا هست، ما به حمدالله بخش زیادش رو در کشور بومی سازی کردیم، یعنی امروز در تولیدات خودمونه. چه قدرت خیلی زیادی هم داشت. شما اذیت نمیشین اینجوری شلیک کنین؟ چرا این سلاح یکی از به قول مرحوم خصوصیت هایی که داره اینه که همین موجی که داره، به خاطر همین ترمز دهانه‌ای که داره، این ترمز دهانه این موج رو به سمت عقب هدایت میکنه. این موج اگر کسی فرد عادی بخواد با این شلیک کنه نمیتونه. چطور؟ چون این ترمز دهانه موج رو چون عقب میده 100% یقینا این مویرک های چشم رو پاره میکنه و از روی در طولانی مدت هم که سردرد میاره. ولی خب حالا بچه ها چون اینجا شما خیلی شلیک کردیم، ما کنار وایساده بودیم خیلی پشت هم داشتیم شلیک میکردیم. بالاخره خب بر اثر تمرینات دیگه، ما تمرین زیاد داریم، تمرین ما هر روز اینجا تمرین داریم، خاطر همینه. بله نگاه کنید، ما موقعی که میگیم که نیروی صابرین باید ورودیش دوره تکاوری بگیره، این یه دورهاییه که برای یگانهای دیگر هم این دوره ها هست. ولی موقعی که سطح را میاریم به نیرو مخصوص و ویژه میرسونیم، در واقع متمایز کردن این نیروها از یگانهای دیگر هست، از حیث توانمندی جسمانی، از حیث نوع آموزش ها و سلاحایی که در اختیار باید داشته باشه.
خیلی مهمه. سلام کار سخته این کار؟ کار سخته که بله، کسی که توانایی‌ش رو نداشته باشه و تمرین رو ممارسه نداشته باشه قطعا کار سختی بودش. عرضم خدمت شما، چقدر شما تمرین میکنید این کارو؟ ما هفت برنامه هفتگون هست معمولا داریم. به نظر شما من میتونم کارو انجام بدم؟ کار سخت امتحان کنید. به نظر من اول از همه نیاز اول از همه نیاز به آموزش داره. شما حتما باید من آموزش ندیدم. آموزش ندیدید. خب حتما باید اول دوره آموزشی رو بگذرونید. اگه توانش داشته باشه قطعا میتونید. الان امتحان بکنید. میتونید حالا یه بار خاصی برای امتحان کنید. امتحان کنید. شما برای شکل کار قبل از هر چیز حمایت که بستید، حمایت آماده است که شما رو دستور اینه دیگه درسته. حمایت آره کسی که پشت سر شما حمایت میکنه یه دستور دست از این گیرهایی که در اختیارش گیرها برای دست و پا شما استفاده میکنید از این گیرها. دستا یه دست رها شد حمایت شما رو نگه میداره که سقوط نکنید. حالا شما با استفاده از گیرها هم از پنجه هم از پا استفاده میکنید و رو بالا سقوط میکنید. بریم الان امتحان کنیم ببینیم چی چطوره. خیلی عالی ماشاءالله. بشین رو کار. خب چطور بود؟ خیلی کار سختی بود. من فکر کردم که خیلی راحت تر از این حرفا بشه. اینا رو شما میگیرید راحتی بود حالا. شما فکر کن از گیره ها باید بگیرید. شما روی تمام بررسی ها استفاده می کنید. تنها گیره ها واقعا فشار. آره واقعا تو زمان از همه اینا استفاده می کردی. یا علی راه سفر ما ولایت تا شهادت. اون به جز این تخصص دیگه هم داری؟ بله ما به غیر از این تخصص دیگه هم شما میتونید. برنامه همون هست شامل کار قبوسی، پرواز، موتورسواری و دیگر آموزش‌های خاص که دیگه تو برنامه همون گنجانده شده. نیروی ویژه صابرین باید سه سطح تکاوری نیروی مخصوص و ویژه را بگذراند تا ما بگیم این نیرو یه نیرویی است که همه قابلیت‌ها را برای اجرای مأموریت دارد. یکی از تمرین‌های بچه‌های صابرین تمرین موتور سواری و پرش از موانع در شرایط سخت و زمین لغزنده است. تجربه موتور سواری با بچه‌های صابرین می‌تونه جالب باشه. ببینید یکی از شاخص‌ترین مأموریت‌هایی که یگان ویژه صابرین تا به حال انجام داده درگیری یگان ویژه صابرین با گروهی که پژاک در سال 90 در منطقه شمال غرب کشور مناطق از پیرانشهر بوده. یگان ویژه صابرین در این عملیات و مأموریت شرکت داشت. این نیرو نیروی قدرتمندیه. هرچی هم قدرتمندتر بشه یقیناً باعث دلگرمی مردم عزیزمون و محبین این نظام و ترس و دلهوره دشمنان این نظامه. ما الان سوارش هستیم جایروپلن هستش که تقریبا میشه گفت یه بالگرد فوق سبک و با کمترین هزینه و با یک صدم هزینه یک بالگرد تقریبا میشه گفت همون خروجی رو به ما میده. چی شده؟ مردیم خستگی. ما دو سه ساعت همش با بچه صابرین هستیم.
واقعا تمرین خیلی سختی داره. بنده به عنوان یک سرباز به محضر مقام معظم فرمانده کل قوا عرض میکنم هر آنچه را که تو بخوای، هر آنچه را که تو امر کنی و هر آنچه را که تو مصلحت بدانی، فرزندان تو در نیروهای مسلح با تمام وجود آماده بذل جان خیش در راه اجرای فرامین تو خواهند. ما پاسدار هستیم و افتخار میکنیم به این کارمون و عرضون که یقین هم داریم که جانمون انشالله در این راه خواهیم داد و در راه پاسداری از انقلاب اسلامی. ولادت امام حسین رو به امام زمان، به مقام معظم رهبری، به تمام ملت ایران تبریک عرض میکنم. بزرگترین آرزوی شما پاسدار الان چیه؟ بزرگترین آرزو، والا اگر لیاقت داشته باشیم و به قول معروف حالا خدا توان بده به ماها، انشالله سربازی آقای امام زمان و انشالله که آخرش هم شهادت بده.